سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان. امروز تشییع جنازه آرمان عبدالعالی برگزار شد. پدر و مادرش به شدت بیتابی می‌کردند و پدرش انقدر داد زده بود از دیروز تا الان که اصلا صداش در نمی‌اومد و نمی‌تونست خوب حرف بزنه. و این مراسم در بهشت زهرا تهران با حضور خانواده و جمعی از هنرمندان و فعالان اجتماعی و سیاسی از جمله سید جواد هاشمی و علی تاجرنیا برگزار شد. توی این ویدیو میخوام کلن بگم از اول چه اتفاقی افتاد به صورت خیلی خلاصه. بریم یه قسمت از داد و فریادهای پدر آرمان رو ببینیم، دقیقا بعد از اینکه از زندان رجایی بیرون اومده و حکم آرمان اجرا شده دیروز، یعنی چهارشنبه صبح بعد از اینکه حکم آرمان اجرا شده، بریم ببینیم که چقدر بیتاب بود پدر آرمان عبدالعالی. خب توی این ویدیو کل ماجرا رو به صورت خلاصه بهتون میگم که چه اتفاقاتی افتاد، حتی توی دادگاه‌هاشون چه اتفاقاتی افتاد و روند این پرونده چه جوری جلو رفت و رابطه بین غزاله و آرمان چقدر عاشقانه بود. از لایک شما خیلی ممنونم. اگه هنوز عضو کانال هم نیستید لطفاً روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید. خب این ماجرا از سال 1390 شروع شد. ماجرای آشنایی این دوتا خانواده. شاید اگه پرواز این دوتا خانواده در یک زمان نبود و اونها در یک زمان در آنتالیای ترکیه به هم برخورد نمی کردن و همدیگر رو نمی دیدن، هیچ وقت این اتفاقات پیش نمی اومد. سال 90 این دوتا خانواده در آنتالیای ترکیه همدیگر رو ملاقات کردن. خب به هر حال توی غربت وقتی که دوتا هموطن همدیگر رو ببینن ممکنه که با هم ارتباط برقرار بکنن، مخصوصا وقتی بفهمن که هر دوشون توی تهران خونه هاشون هم نزدیک به همه و هر دو یه سری امتیازها دارن. مثلا پدر آرمان استاد دانشگاه است، دندون پزشک، خانواده غزاله خانواده با شخصیتی هستن، مادرش سالن زیبایی داره. همین باعث میشه که این دوتا خانم هم با هم دوستی بیشتری داشته باشن و همه چیز دست به دست هم میده که از اونجا با هم دوست بشن. خب طبیعتاً آرمان و غزاله هم ارتباط دوستانه ای با هم برقرار میکنن. این دوستی بعد از اینکه برمیگردن ایران هم ادامه پیدا میکنه و اونها 2 سال با هم این ارتباط دوستانه رو ادامه میدن. در سال 91 یه سری نامه های عاشقانه ای بینشون رد و بدل میشه، ارتباطشون بیشتر میشه، همدیگر رو بیشتر میبینن، تا اینکه 2 سال این رابطه بین غزاله و آرمان ادامه پیدا میکنه. غزاله کنکور میده، دانشگاه قبول میشه، آرمان هم تقریبا نزدیکای کنکورش بوده. آرمان اسفند 1375 به دنیا اومده و غزاله هم سال 73 به دنیا اومده. ساعت 10 شب 12 اسفند 1392 پدر و مادر غزاله هراسون و نگران با مراجعه به کلانتری 103 گاندی خبر ناپدید شدن دخترشون رو به پلیس اعلام میکنن. پدر غزاله به پلیس میگه غزاله از ساعت 3 ظهر برای مراجعه به پزشک پوست در خیابان ظفر از خونه خارج شده و تا الان برنگشته. تلفن همراهش هم خاموشه. پلیس بعد از بررسی‌ها متوجه میشه غزاله بعد از ترک مطب به دیدار آرمان رفته. مادر غزاله میگه دخترم نمیخواست به دکتر پوست بره. میگفت که ممکنه نوبتم نشه و اونجا کلی معطل بشم. برای همین مادر غزاله زنگ میزنه به منشی دکتر و باهاش صحبت میکنه و میگه به دخترم نوبت بدید که اگه اومد اونجا حتما دکتر بتونه ببینتش. قرارشو میذارن و غزاله حرکت میکنه به سمت مطب دکتر. اونجا تماس تلفنی بین آرمان و غزاله شکل میگیره و آرمان به غزاله میگه که بیا به خونه ما. پدر و مادر آرمان اون موقع هر دوشون تو خونه نبودن، ولی برادرش توی خونه بوده، برادر کوچیکترش. بعدن آرمان توی اعترافاتش میگه که برادرم توی اتاق بود و من رفتم هدفون گذاشتم توی گوشش و یه موزیک هم گذاشتم که صدامونو نفهمه.
ده شب 12 اسفند 92 زمانی بود که پدر و مادر غزاله اعلام کردن به پلیس دخترشون گم شده. دو روز بعد یعنی 14 اسفند 92 آرمان احضار میشه به پلیس آگاهی. آرمان میگه دو روز پیش غزاله با من تماس گرفته اما به خونه ما نیومده. من هم در طول روز در اتاق برادر کوچیکم به خاطر مصرف داروی ضد آلرژی فصلی خواب بودم. در ادامه بعد از تکنیک ها و ادله پلیسی آرمان اعتراف میکنه و میگه بعد از تماس غزاله منتظر شدم مادرم از خونه بیرون بره. بعدش غزاله به خونمون اومد. بعد از گفتگو او رو بدرقه کردم و در رو بستم. اما ناگهان صدای جیغش رو شنیدم. غزاله به خاطر خیس بودن پله ها سر خورد و صورتش خونریزی داشت. غزاله رو به داخل آوردم اما مرده بود و نفس نمی کشید. به دورش کیسه زباله کشیدم و با چمدون چرخدار به میدان مینا بردم و به سطل زباله انداختم. بعدش برگشتم و خون موجود در راپله ها رو پاک کردم. آرمان در بازجویی بعدی با اعتراف میگه که وقتی غزاله به منزلمون اومد با هم بحث کردیم. غزاله راجب گذشته حرف میزد و دلش برای گذشته ها تنگ شده بود و من نمیخواستم به گذشته برگردم. اجازه ندادم حرف بزنه. او منو هل داد و من هم هلش دادم. سرش به میله تخت خورد. من هم سرش رو دو دستی گرفتم و چند بار به میله تخت کوبیدم. بعدش میله بارفیکس رو برداشتم و باهاش 5 ضربه به سرش زدم. بعد او رو در چمدان چرخدار گذاشتم و به سطل زباله انداختم. آرمان 10 ماه بعد در جلسه 14 دی ماه 1393 منکر قتل میشه و مجدداً فوت غزاله رو عجله غزاله برای رفتن و خیس بودن پله ها و سقوطش از پله ها اعلام میکنه. با این حال شعبه 4 دادگاه کیفری 1 استان تهران آرمان رو مقصر قتل غزاله میدونه و او رو به قصاص محکوم میکنه. حکم به اجرای احکام فرستاده میشه اما شهریور 95 ریاست قوه قضاییه برای بررسی بیشتر جلوی اجرای حکم رو میگیره. 8 اسفند 97 جلسه صلح و سازش با حضور خادمان آستان قدس رضوی برگزار میشه و اولیای دم گذشت خودشون رو منوط به معرفی محل اختفای جسد اعلام میکنن و میگن که جای جسد رو به ما نشون بدید، ما گذشت میکنیم. بعد از فرصت داده شده یه بار دیگه به دلیل عدم کشف جسد روز 11 دی 98 تاریخ اجرای حکم آرمان فرا میرسه. آرمان در زندان رجایی شهر تا پای چوبه دار هم میره اما پدر و مادر غزاله بهش 1 فرصت 1 ماهه میدن و میگن که محل جسد فرزند ما رو اگر بگی ما رضایت میدیم. خب بعد از اون اتفاق هم یه سری ادله مطرح میشه که شاید غزاله زنده هست. یکیش اینه که دفترچه بیمش تمدید شده، از دانشگاه مرخصی گرفته و بعدن مشخص میشه که خود خانواده غزاله دفترچهش رو تمدید کردن و از دانشگاه هم مرخصی گرفتن که بعدن اگه دخترشون پیدا شد بتونه دوباره مجددن به دانشگاه بره. بعد از اون هم اتفاقات دیگه ای پیش میاد و خود قاضی ها متوقف میکنن اجرای حکم رو و بررسی بیشتر میکنن. یه سری شاهدهایی پیدا میشن که میگن غزاله رو دیدن در سیستان و بلوچستان و جاهای مختلف ولی هیچ کدوم اثبات نمیشه. الان پدر آرمان میگه که چرا هیچ کدوم از شاهدها رو نخواستید و این قضیه رو پیگیری نکردید. در نهایت حکم آرمان عبدالعالی تایید میشه و فقط باید تاریخ مشخص میکردن که این حکم به اجرا در بیاد. تقریبا 6-7 ماه بعد از اینکه تایید شد این حکم اجرا شد و در طول 2-3 ماه اخیر هم چندین بار زمان و تاریخش مشخص شد اما به هر دلیلی متوقف شد و در تاریخ 3 آذر این حکم به اجرا در اومد. آرمان عبدالعالی در آخرین مصاحبهش گفته بود که حاضرم یه کلیه‌ام رو اهدا کنم، حاضریم که یه خیریه تأسیس بکنیم به نام غزاله یا یه درمانگاه بزنیم و کار خیر انجام بدیم و خواهش کرده بود که اگر که خانواده غزاله رضایت بدن سعی میکنه که آدم بهتری باشه در ادامه زندگیش و جبران بکنه. البته که هیچ وقت قابل جبران نیست ولی سعی بکنه که به دیگران خوبی بکنه. در هر صورت خانواده غزاله نپذیرفتن و این حکم رو اجرا کردن.
لطفا نظرات خودتون رو کامنت بکنید. خیلی ممنونم که به این ویدیو توجه کردین. از لایک و کامنت های شما عزیزان خیلی سپاسگزارم. همین الان لوگوی کانال منحرفان شریف رو هم در تصویر مشاهده میکنید. اگه عضو کانال نیستید با یک کلیک خیلی ساده روی همین لوگو میتونید به راحتی عضو کانال بشید. دو تا ویدیو هم روی صفحه هست که میتونید تماشا بکنید. بی نهایت از لطف و محبت شما عزیزان سپاسگزارم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.